یک موضوع دیگه که دور بعدی به حافظه کیهانی اشاره میکنیم. حافظه میگیم حافظه فیزیکی کیهان. خب کیهان مگه حافظه داره؟ بله، قبلا هم اشاره داشتیم. بعد دور بعدم یه جور دیگه باش سر و کار داریم. حافظه فیزیکی کیهانی الان میشه هزار سال قبل رفت نگاش کرد؟ بله عزیز، جای عزیز ستاره دیگه. الان اگه میتونستیم آن واحد روی اون ستاره باشیم، اگر اون ستاره با ما هزار سال نوری فاصله داشته باشه، ما هزار سال قبل زمین رو میبینیم. اگر برین جلو، برین جلو هزار سال، 2000 سال قبل، ممکنه لشکرکشی نمیدونم کوروش، اسکندر، نمیدونم کی به کجا، از اون بالا چیکار بکنیم، نگاه بکنیم. خب ناظری که داره الان لشکرکشی نمیدونم اسکندر رو میبینه از اون بالا، فرض این فیلمای ماهواره دید، خب اینا رو داره نگاه میکنه، برای اون اسکندر مرده است؟ نه، اسکندر نمرده. به عبارتی در حافظه کیهانی اسکندر، کوروش، این کی نمیدونم، هر صحنه رو شما بخواید ببینید نمرده، هیچ واقعیتی نمیمیره، اصلا هیچ چیزی در هستی از بین نمیره، اصلا در واقع اصل به اصلی برمیخوریم که هیچ چیزی از بین نمیره، تغییر حالت داره ولی چیزی از بین نمیره. اصل بقای ماده و انرژی رو تعمیم پیدا میکنه به اصل بقای واقعیت، هیچ واقعیتی گم نمیشه. بنابراین از نظر من و شما چی شده؟ مرگ اتفاق افتاده. از نظر ناظر دیگه ای مرگ اتفاق نیفتاده و حالا به عبارت دیگه در اونجا ببینید که تمام اعمال ثانیه به ثانیه در کیهان چی شده؟ ثبت و ضبط شده. بنابراین به عبارت دیگه اونجوری هم میشه در همه جا حاضر شد، فقط ما توانا نیستیم. اگر ما الان توانایی داشتیم در مکان سریع جا به جا بشیم، تمام حافظه کیهان در اختیارمون بود یا نبود؟ تمام حافظه کیهان در اختیارمون بود، هر واقعیتی رو میتونستیم الان تو دلش حاضر باشیم.